درود به بینندگان عزیز تلویزیون پیام جوان. شیوان نوایی هستم در خدمت شما عزیزان به همراه دوست عزیزم سوسن عزیز. معرفی کنید خودتون رو. با سلام خدمت همه هممیهنان و بینندگان محترم و عزیز برنامه ضرب المثل ها که از شبکه پیام جوان، شبکه دیدنی و جالب که در شهر سن حوزه برگزار میشه. ضمناً این رو اشاره کنیم که این برنامه در یوتیوب هم پخش میشه و بینندگان عزیزی که دوست دارن این برنامه رو نگاه کنن میتونن از یوتیوب هم برنامه ضرب المثل ها و برنامه تلویزیون پیام جوان رو تماشا کنن. و ما بریم سراغ باز ضرب المثل ها، ضرب المثل هایی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. شما حتما همه این ضرب المثل رو شنیدید که میگن آب از آب تکون نمیخوره. بله. در چه موقعی مثلا استفاده میشه؟ در زمانی که آرامش کامل حاکمه، به اصطلاح همه چی آرومه. بله بله، همه چی عاشقانه است، همه چی مهربانانه. بله. آروم و بدون تلاطمه. بله بله، بدون تلاطم و بدون موج‌های. بله. حالا این از این گرفته شده که خب میدونید که آب دریا یا رودخونه. بله. و هر جایی استخر که آب راکده و جریان آبی در جریان نیست، در جریان باد نیست، این باد خیلی ساکن و آروم و در آرامشه. ولی اگر که باد بیاد روی آب، این باعث میشه که آب روی آب حرکت بکنه. درسته. بعد این ضرب المثل رو ساختن که آب از آب تکون نمیخوره. وقتی که همه چی آرومه، مثل همون رودخونه یا دریا که آب آرومه و بادی نیست، آرومه، این رو ضرب المثل رو درست کردن که آب از آب تکون نمیخوره. چون که همونجوری که گفتید، همه چی در زندگی وقتی آروم باشه و بدون تلاطم باشه، میگن اصلا آب از آب تکون نخورد. بله. یه ضرب المثلی هم هست، میگن که کار نیکو کردن از پر کردنه. بله. اینو هم شنیدید شما، بگید که چرا چه موقعی اینو استفاده میکنن؟ همونطور که از خود ضرب المثل پیداست و هم میدونن، مشخصه که با تلاش و تمرین زیاد و مستمر که نتیجه های بهتر و بهتر روز به روز خواهیم داشت. بله. این میگن ریشش از این جا گرفته شده که یک روز بهرام گور مشغول شکار بوده، شکار گورخر، و کنیزکش هم باهاش بوده. یه گورخر از دور میبینه، میگه به کنیزکش میخوای چطور این گورخر رو من شکار کنم؟ کنیزک میگه که میخوام طوری اینو شکار کنی که پاش بچسبه به گوشش. بهرام گور منتظر میشه تا بالاخره این گورخر در یک زمان کوتاه پای سوم پای راستش رو میاره بالا که گوشش رو بخارونه. بهرامش گور در همون موقع شکار رو میزنه و واقعا گوشش به پاش میچسبه. بهرام به کنیزک میگه دیدی زدم؟ بعد کنیزک میگه که پادشاه ها، این به خاطر این شد که به خاطر زور بازوی تو نبود، این در اثر تمرین و مرتب انجام دادن و تمرین و تلاشت بوده، نه اینکه در اثر زور بازو. بهرام خیلی ناراحت میشه. اون موقع هم مثل که خیلی آسون بوده براشون قتل و کشتن. فوری دستور قتل این کنیزک رو صادر میکنه. جلاد که این کنیزک رو میبره برای اعدام، کنیزک ازش خواهش میکنه که منو نکش، در عوض یک روزی من به تو قول میدم که پادشاه از این دستورش پشیمون میشه و لغو میکنه این دستور، باطل میکنه این دستور قتل رو. و جلاد قبول میکنه و نمیکشتش، میبردش به یک قصری که 40 پله داشته. این کنیزک یک گوساله میگیره و این گوساله رو هر روز 40 میبرده بالا و میبرده پایین. بعد از مدتها، بعد از سالها، بهرام گور گزارش میفته به این قصر و میره برای استراحت به این قصر. کنیزک که میفهمه این اومده، میاد و سر و روی خودش رو میپوشونه و میره گوساله رو بغل میکنه و 40 میره بالا.
بهرام گور میگه این زن با این جثه به این کوچیکی چطوری این گاوه به این سنگینی و بزرگی رو 40 پله برد بالا؟ کنیزک میاد جلو و خودش رو معرفی میکنه و میگه من همون کنیزکی هستم که گفت و این البته اینجا بازم بهرام بهش میگه که این کار رو وقتی میاد خودش رو منوس قبل از این معرفی کنه میگه این کار رو تو با زور بازو نمیکنی، تو در اثر تمرین زیاد این کار رو کردی. کنیزک اینجا دیگه خودش رو معرفی میکنه و میگه که من همون کنیزکی هستم که به شما گفتم اون گوساله رو، اون گوره خر رو که کشتید با زور بازو نبود و شما از من ناراحت شدید و در اثر تمرین بوده و شما از من ناراحت شدید. بله، کار نیکو کردن از پر کردنه. بهرام به این نتیجه میرسه که کار نیکو کردن از پر کردنه و به خاطر همین که هر روز این گوساله کوچیکو میبرده بالا و میبرده پایین تونسته باز هم ادامه بده و بهرام به همین دلیل، بنابراین بهرام گور از اون قتل زن که صادر کرده بود پشیمون میشه و درسش هم میگیره دیگه. خب اینم همونجور که گفتید، بله، برای رسیدن به هدف باید واقعا تلاش کرد. میگن اگر 10 بار اگر 9 بار زمین خوردی، بار 10 برخیز که پیروز میشی. بله دیگه، عبارت معمول و همیشگی که شکست ابتدای پیروزی و بله، رشد بله، و تلاش. دقیقاً. خب من یک ضرب المثل دیگه ای رو شنیدم، لطفا میخوام ریشه و حرف مفسدن. بله، حرف مفسدن. خب مال اشخاصی که خیلی زیاد و بی محتوا و بیهوده حرف میزنن، بیهوده حرف زدن در جایی و خیلی کلام زیاد به کار. بله، و فوری میگن که طرف حرف مفت میزنه، حرف بیهوده، حرف بی ارزش. این میگن که روزی که تلگراف خونه رو در تهران میخواستن افتتاح بکنن، مردم باورشون نمیشد و مردم عادی میگوتن مگه میشه از شهری به شهر دیگه پیغام فرستاد؟ و با امروز فرق میکنه که بیان حالا امروز رو ببینن، تلفونا و اینترنت و ایمیل و این برنامه ها رو ببینن. اولین چیز خب همون تلگراف بود که مردم باید میرفتن به تلگراف خونه. وقتی که میخواستن تلگراف خونه رو زدن، مردم خب مسخره کردن و گفتن که نه، همچین چیزی امکان نداره. بعد مردم عامی حتی میگفتن پس باید توی سیم های این تلگراف ها شیاطین دارن کار میکنن. وزیر وقت به خاطر اینکه این ابهام رو از بین ببره و مردم رو تشویق بکنه به تلگراف، میگه که تلگراف مجانن، بیاین به فامیل دوستا مجانن از تلگراف خونه تلگراف بفرستید. مردم جمع شدن و مجانیه دیگه، مجانن گفته بود بکنن. مردم هم جمع شدن و مرتب تلگراف و شوخی و خنده و حتی گلایه و هر کاری داشتن با تلگراف با فامیلاشون و دوستاشون انجام دادن. بعد از مدتی که خب مردم عادت کردن، وزیر وقت گفتش که به دستور داد که یک نوشته بزنن بالای تلگراف خونه که از این به بعد تلگراف باید پرداخت بشه برای مخابره و دیگه حرف مفت قبول نمیشه، مفتی حرف زدن قبول نمیشه. برای همین مردم گفتن که حرف مفت زدن فایده نداره و حرف مفت از اونجا اومد که گفتن که ریشش سالیان سالیان. بله دیگه، بله. یه ضرب المثلی میگن که تابوغ سگ. آره این خیلی هم خنده داره و هم خیلی واقعا نمیدونم برای چی بوغ سگ. شاید اشاره داره به زمان طولانی، زمان دیر. بله، یعنی ببینید یکی که خیلی خیلی کار میکنه، مثلا من شنیدم میگن تا بوق سگ داره کار میکنه، یا اینکه مثلا میگن این بچه رو میبینی تا بوق سگ بیداره، یعنی از شب تا صبح بیداره، یا اینکه بوق سگ کار میکنه، یعنی اینکه
اینقدر مشغول کاره، یا وقتی که کسی خیلی کار میکنه میگن تا بوق سگ کار کرده. حالا چرا بوق سگ به قول شما؟ واقعا چرا بوق سگ؟ این بوق سگ جریانش بوده که توی حتما خب شنیدید که بازارهای بزرگ ایران، بازار بزرگ ایران، خب وقتی ساعت غروب میشد بازار رو تعطیل میکردن و صبح باید باز میکردن و به خاطر امنیتش میان پاسدارهای نگهبانی رو استخدام میکنن که اینها باید از غروب که مغازه ها تعطیل میشده تا صبح که میخواست باز شه تا از اون که باز میشد اینا پاسداری بکنن مغازه رو، مغازه ها و بازار رو نگهداری کنن. خب پاسدارا، بازار خیلی بزرگ بود، نگهبانی اینا خیلی مشکل بود، دیدن که نمیرسن که همه رو دونه دونه بخوان نگهداری و پاسداری کنن، اومدن یک سگهای درنده و وحشی رو آوردن که این سگا فقط غیر از همون مربیا و پاسداراشون، نگهبانانشون، به کسی دیگه رحم نمیکرد و همچین پاچه رو میگرفت و پدر صاحب رو در میآورد. اینا رو انداختن تو بازار و به خاطر اینکه بس درست از غروب تا صبح اینا رو میذاشتن و به خاطر اینکه مردم بدونن که این سگا هستن یه وقت نیان، گفتن که خب با یه بوغایی که از شاخ قوچ اینا درست میشد، یه بوغایی درست کردن که توی این سه بار در زمانهای مختلف توی همون صبح و شب این بوغو میزدن که دیگه از این ساعت به بعد مواظب باشید که سگا توی بازارن، یه وقت نرید سراغ بازار. و تو اون بوغ که صدا میکردن، بوغ میزدن، مردم میفهمیدن و نمیرفتن و میگفتن بوغ سگ. بنابراین میگفتن بوغ سگ گذاشتن تو بازار که از سر شب تا صبح این بوغ سگ، که سگا یعنی سگها در بازار پراکندن و مردم مواظب بودن. اینم بوغ سگ که اومد از اینجا. چقدر داستانهای زیادی پشت این سر. بله بله. و همجور که گفتم همه از قدیم و قدیم کشور ما هم که اونقدر قدیمی و غنیه که بله. شیوا جون به یک ضرب المثل دیگه هم برخوردم. بله. برای من که آب نداره، برای تو که نون داره. اینم خیلی جالبه. من بله. فکر می‌کنم همطور که از عنوانش پیداست، در ظاهر به این معنی است که اگه چیزی برای من سود منفعتی نداره، برای تو که بهره، سود، فایده و منفعتش که باقی است. بله. و اینو می‌خواستم ببینم که ریشه و پیدایشش. بله. از کجا بوده؟ بله، این پیدایشش از زمان محمدشاه قاجار بوده، صدر اعظم محمد رضا شاه، ببخشید، محمدشاه قاجار. این صدر اعظم خیلی به قنوات، میرزا آقاسی هم اسمش بوده، به قنوات و کشاورزی و همچنین توپ و ارتش و اینا اهمیت میداده، اهمیت خیلی به خصوصی میداده. این آقا چند وقت یک بار میرفته و از قنوات دیدن میکرده، ببینه چاهی که زدن درسته، کشاورزی محصول شوکه درسته یا نه. بعد از چندی میره به جایی که کشاورزی میکردن و به چاه سر میزنه. اون مسئول چاه میگه که صدر اعظم جناب، ما هرچی میکنیم هنوز به آب نرسیدیم. صدر اعظم اینو تشویق میکنه و ترغیب میکنه و اینا که اشکال نداره، شما ناامید نشید، بکنید، بالاخره میرسید به چاه، به آب در اون چاه. اینا باز دوباره مشغول میشن و بعد از یه چند روزی دوباره صدر اعظم میره اونجا و باز دوباره اونا میگن که جناب، ما باز هرچی داریم میکنیم نمیرسیم به ته آب، به آب نمیرسیم، آب نداره این چاه و فایده نداره. دوباره صدر اعظم میگه نه، امیدتون رو از دست ندید و ادامه بدید، شما بکنید. باز چند روز بعد، یک هفته بعد میره و اونا باز اظهار ناامیدی میکنن و میگن صدر اعظم میگیم این آب نداره و داریم خرج بی خود میکنیم، زحمت بی خودی، شما دارید پول بی خود میدید برای این حفارا و برای اینا که کار میکنن و بهتره که ما دیگه دست برداریم. صدر اعظم عصبانی میشه، میگه که اگه برای من آب نداره، برای شما که نون داره، واقعا شما که پولتون رو میگیرید، کارتون رو انجام بدید. بله. ولی خب اونا دلسوز بودن، حرف حق زدن، ولی به هر حال این ضرب المثل اومد که اگه برای من آب نداره، برای شما نون داره. بله. ادامه بدید. درسته.
چقدر شما شیوا و زیبا خواهش میکنم. مرسی. و حالا یه ضرب‌المثل دیگه. بله. من الان یادم اومد من بچه بودم همیشه میگفتن که برو مثلا از عمت نخود سیاه بگیر. میگوتن که طرف رو فرستادم دنبال نخود سیاه. بله. بله. و این نخود سیاه میدونید که چه موقع میگن میخواهم همون جمعه بودم منو اثر با کنم. بله اثر با کنم و طرف متوجه کاری که انجام میدن نشه، معطلش کنن و یه کار پنهانی رو که اون متوجه نشه. ولی خب این نخود سیاهه برای این مسئله از کجا اومده؟ و اما نخود سیاهه چیه؟ نخود سیاه خب میدونی نخود در بازار در بقالیا به صورت نخود همیشه همون رنگ صورتیه. چیه؟ نخود سیاه. آها نه نخود. نخود بله. نخوده و میفروشن و اون خیلی زیاده. کرم رنگ بله. بله کرم نمیدونم حالا یا صورتی پیچ نمیدونم یه رنگی هست دیگه بالاخره همه میشناسیم دیگه نخود رو. درست. و در بازار و در بقالی ها خیلی سریع راحت پیدا میشه و همه میفروشن. ولی نخود سیاه که باز از همون نبات هست از گیاهان هست این خیلی توی بازار شما اصلا نمیتونید پیدا کنید، چون نخود سیاه رو باید اگرم کسی بگیره بذاری توی آب خیس بخوره و وقتی که توی آب مون اون به صورت لپه در میاد و لپه مورد استفاده قرار میشه. ولی خب لپه رو میرن از بازار میخرن. برای من نخود سیاه رو تو بازار نمیفروشن و به خاطر همین وقتی که یکی رو میخوان از سر باز کنن برای مدت طولانی بره کنار میفرستنش دنبال نخود سیاه، برو تو بازار نخود سیاه بخر. میفرستنش دنبال نخود سیاه شو میدونن پیدا نمیشه و حالا این برگشتنی نیست. پس بیا حرفمون رو بزنیم یا اینکه اون چیزی رو که میخوایم نشونمون ندیم الان کارمون رو انجام بدیم. چون نکات ریزی توجه میکردن در زمان قدیم. بله قدیم. واقعا. ولی ما از کنارش میگذریم. بله ولی خیلی خوب خوبه جالبه که اینا رو همه رو ریشه هاشو بدونیم. ضمناً اینا توی مجله پیام جوانم بعضی اوقات بعضی هاشون نمیدونم همینا باشه یا چیزای دیگه، ولی توی مجله پیام جوان صفحه‌ای دارن به نام همین ضرب المثل ها و ریشه پیدایش ضرب المثل ها. اینه که دوستان عزیزی که علاقه زیادی به ضرب المثل ها دارن و میخواین بیشتر بدونید از مجله پیام جوان هم میتونید پیدا کنید اینا رو. بله ما هم خیلی مطالعه میکنیم، چه من چه خانواده و خیلی بله. از اشخاصو میبینم خیلی مطالعه مفیدی در آموزنده. بله و بهتره دیگه اینا ضرب المثل های کشور ماست، ضرب المثل های ماست و فرهنگ غنی ماست، فرهنگ ماست و همونجور که گفتم پند و اندرزه. بهتره که بله بدونیم و با پیشینه و فرهنگ ایران بیشتر آشنا میشیم و گذشته خودمون رو بیشتر آگاهی پیدا میکنیم. بله که چقدر متمدن و چقدر ایران وسیع بله، داشتیم فرهنگ هست. بله فرهنگ بسیار اصیلی داریم. بله یه ضرب المثلیه نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید. بله. من مطمئنم که بینندگان عزیزمون هم حتما اینو شنیدن. میگن ماسمالی میکنه، طرف ماسمالی کرده. بله. خب از ظاهرش هم پیداست، ماسمالی کردن یعنی کاری رو خیلی در ظاهر و روی کار بسه روی کار رو درست و خوب و خوب جلوه دادن، ولی بنیه و پایه و ریشش بله. خوبی و زیبایی و کیفیت نمیتونه باشه در, بله. در بیشتر موارد هم حاکمه این. بله میگن طرف ماسمالی کرد، ظاهرش رو درست کرد ولی باطنش رو کاری نکرد. بله ماسمالی مال زمان محمد رضا شاه پهلویه که موقعی که میخواستن با فوزیه ملکه فوزیه ازدواج کنن، خب ملکه فوزیه هم که میدونید همه مصری بودن. بله. میخواستن ازدواج کنن، قرار شد که ملکه فوزیه با همراهانشون و وزرا و بالاخره شاه و وزیر و همه اینا از مصر بیان به ایران با تشریفات و بله با تشریفات. بله. و قطار با قطار میومدن، قطار از بعد در جنوب تهران پیاده میشد دیگه، چون قطار میدونید که ایستگاهش در از مصر ایران با قطار بله، میومدن با قطار میومدن و با قطار که میومدن باید به جنوب تهران وارد میشدن و چون ایستگاه قطار جنوب پیاده میکرد و جنوب خب شهرها و دهاتهای اطراف اونجا دهات بودن دیگه، دیوارای کثیف و آجری و کثیف و گلی و این برنامه ها بوده. شهربانی
و دربار از طرف دربار و شهبانی دستور داده میشه که دستور صادر میشه که تمام دیوارای خونه ها و شهرک ها و دهات های اونجایی که مسیر قطاره اونا رو سفید کنن. سفید کنن. و چون رنگ گرون بوده و در اونجا کشک و ماست قیمتش خیلی ارزون بوده و سریع هم و اصلا نه به خاطر اینکه نه تنها به خاطر ارزونیش به خاطر اینکه در اون دهات ها خب رنگ و اینا نمیتونستن بلافاصله هم موقع پیدا کنن، سخت بوده پیدا کردنش. میان و ماست و کشکم که ارزون و زیاد بوده ماست میگیرن و دیوارا رو سریع ماسمالی میکنن که برای اون یه روزی که وارد میشن لااقل دیوارا سفید و تمیز باشه. و از اون به بعد این به وجود اومد که ماسمالی کرده، یعنی خب واقعا پشت دیوارا رنگی نیست، روی دیوار ماست. نه حالا بعدا ممکنه بعد از دو روزم از من میره، ولی فقط اینا ماسمالی کردن، برای همین میگن بنیه نداره دیگه. اگه رنگ باشه همیشه میمونه، ولی اگر که ماست باشه خب مسلمه همون ظاهر سازی کردن برای همون چند ساعت و همون یه روز. این هم خیلی جالب بود، مثلا ماسمالی بوده. بله ماسمالی رو دیوار ماسمالی. بله این دیگه از زمان همونجور که گفتم ملکه فوزیه بود که میخواست بیاد به ایران برای ازدواج با شاهنشاه و این برنامه رو چیدن. این خیلی زیبا و جالب. بله خب بریم سراغ یه ضرب المثلی. من یادم اومد الان به نام خیاط در کوزه افتاد. بله بفرمایید. کسی که مشکلات دیگران رو دیده و پشت سر گذاشته حالا خودش دوچار اون مشکل بله، و اون اتفاق بله. شده. بله ما میگن یه میگن بله، حالا خیاط خودش در کوزه افتاد. بله. این یه خیاطی بوده که در مسیرش که مغازه خیاطیش بوده بله. وقتی که چون چی میگن مزار ببخشید قبرستان بله. درست میگم دیگه، قبرستان نزدیک این بوده و از این مسیر باید وقتی یک نفر میمرد از این مسیر رد میکردن و میبردن برای بله. تشییع جنازه. و این خیاط اینا رو میدید. بعد از این مدتی فکر کرد خب من ساعت بیکاریم و همینجور که دارم کارم رو میکنم یا بیکارم خب ببینم که چند نفر در ماه میمیرن. یه کوزه گذاشت و هر نفری که از مرده که میبردن این یه دونه سکه مینداخت تو این کوزه. 30 روز میگذشت اینا رو میریخت و میشمرد. بعد دیگه مردم هم فهمیده بودن که این کارش این شده، میمدن میپرسیدن که خیاط این ماه چند نفر مردن؟ مثلا میگو 15 نفر 20 نفر 30 نفر هر چقدر یکی مرده بود 10 نفر. یک روز دیدن که اومدن بپرسن دیدن که در خیاط خونش بسته. گفتن که خیاط چی شد؟ در مغازه چرا بسته دو سه روزه؟ گفتن خیاط در کوزه افتاد. یعنی اینکه خودش هم مرد دیگه، سکه‌شو بعد بندازن توی کوزه. اینم زن مثلا از اینجا گرفته شده خلاصه. بله شنیدنی بود واقعا. خب ما اجازه بدیم که با دوستان عزیز دیگه خداحافظی کنیم و بگیم که بینندگان عزیز تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و امیدواریم که روز و شبتون خوش باشه و به امید دیدار در برنامه بعدی. روز و روزگار خوش. با تشکر از شما شیوای عزیز، با سپاس از وقتی که گذاشتیم بینندگان محترم، تا دیداری مجدد خدا نگهدار. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.